حلوا خریدن شیخ احمد خزرویه قدس الله سره العزیز جهت غریمان به الهام حق بود شیخی دائما او وامدار از جوانمردی که بود آن نامدار ده هزاران وام کردی از مهان خرج کردی بر فقیران جهان هم به وام او خانقاهی ساخته جان و مال و خانقه در باخته وام او را حق ز هر جا می گذارد کرد حق بهر خلیل از ریگ آرد گفت پیغمبر که در بازارها دو فرشته می کنن ای در دعا که خدا تو منفقان را ده خلف ای خدا تو ممسکان را ده تلف خاصان منفق که جان انفاق کرد حلق خود قربانی خلاق کرد حلق پیش آورد اسماعیل وار کارد بر حلقش نیارد کرده کار کارد بر حلقش نیارد کرد کار پس شهیدان زنده زین رویند و خوش تو بدان قالب بمنگر گب وش پس شهیدان زنده زین رویند و خش تو بدان قالب بمنگر گبر وش چون خلف داد دستشان جان بقا جان ایمن از غم و رنج و شقا شیخ وامی سالها این کار کرد می ستود می داد همچون پای مرد تخمها می کاش تا روز اجل تا بود روز اجل میر اجل چون که عمر شیخ در آخر رسید در وجود خود نشان مرگ دید وامداران گرد او بنشست جمع شیخ بر خود خوش گدازان همچو شمع وامداران گشته نومید و ترش درد دلها یار شد با درد شش شیخ گفت این بدگمانان را نگر نیست حق را 400 دینار زر کودکی حلوا ز بیرون بانگ زد لاف حلوا بر امید دانگ زد شیخ اشارت کرد خادم را به سر که برو آن جمله حلوا را بخر تا غریمان چون که آن حلوا خورند یک زمانی تلخ در من ننگرند در زمان خادم برون آمد به در تا خرد او جمله حلوا بزان پسر گفت او را جمله حلوا به چند گفت کودک نیم دیناری و اند گفت نه از صوفیان افسون مجو نیم دینارت دهم دیگر مگو او طبق بنهاد اندر پیش شیخ تو ببین اسرار سر اندیش شیخ تو ببین اسرار سرندیش شیخ کرد اشارت با غریمان که نوال نک تبرک خوش خورید این را حلال چون طبق خابلی شدن کودک ستود گفت دینارم بده ای باخرت شیخ گفتا از کجا آرم درم وام دارم میروم سوی عدم کودک از غم زد طبق را بر زمین ناله و گریه برآورد و حنین میگریس از قبن کودک های های کی مرا بشکسته بودی هر دو پای کاشکی من گرد گلخن گشتمی بر در این خانقه نگذشتمی صوفیان تبلخابر لغمجو سگدلان و همچو گربه رویشو از غریب کودک آنجا خیر و شر گرد آمد گشت بر کودک حشر
پیش شیخ آمد که ای شیخ درشت، تو یقین دان که مرا استاد کشت. گر روم من پیش او دست تهی، او مرا بکشد اجازت می دهی؟ وان غریمان هم به انکار و جهود، رو به شیخ آورده که این باری چه بود؟ مال ما خوردی مظالم می بری، از چه بود این ظلم دیگر بر سری؟ تا نماز دیگران کودک گریست، شیخ دیده بس و در وی ننگریست. شیخ فارغ از جفا و از خلاف، در کشیده روی چون مه در لحاف. با ازل خوش با اجل خوش شادکام، فارغ از تشنیع و گفت خاص و عام. آن که جان در روی او خندد چو قند، از ترش رویی خلقش چه گزند؟ آن که جان بوسه دهد بر چشم او، کی خورد غم از فلک و از خشم او؟ در شب مهتاب مه را بر سماک، از سگان و او ایشان چه باک؟ سگ وظیفه خود به جا می آورد، مه وظیفه خود به رخ می گسترد. کارک خود می گذارد هر کسی، آب نگذارد صفا بحر خسی. خس خسانه می رود بر روی آب، آب صافی می رود بی استراب. مصطفی مه می شکافد نیمه شب، جاج می خواید زکینه بولهب. آن مسیحا مرده زنده می کند، وان جهود از خش سبلت می کند. بانگ سگ هرگز رسد در گوش ماه، خاصه ماهی کو بود خاص اله. می خورد شه بر لب جو تا سحر، در سما از بانگ چغزان بی خبر. هم شدی توزیع کودک دانگ چند، همت شیخان سخا را کرد بند. تا کسی ندهد به کودک هیچ چیز، قوت پیران از این بیش است نیز. شد نماز دیگر آمد خابدمی، یک طبق بر کف ز پیش حاتمی. صاحب مالی یا حالی پیش پیر، هدیه بفرستاد کزوی بود خبیر. 400 دینار بر گوشه طبق، نیم دینار دگر اندر ورق. خادم آمد شیخ را اکرام کرد، وان طبق بنهاد پیش شیخ فرد. چون طبق را از غطا وا کرد رو، خلق دیدن آن کرامت را از او. آه و افغان از همه برخاست زود، که سر شیخان و شاهان این چه بود؟ این چه سر است؟ این چه سلطانیست باز؟ ای خداوند خداوندان راز، ما ندانستیم ما را عفو کن. بس پراکنده که رفت از ما سخن، ما که کورانه عصاها میزنیم، لاجرم قندیل ها را بشکنیم. ما چو کران ناشنیده یک خطاب، هرزگویان از قیاس خود جواب. ما ز موسی پند نگرفتیم که او، گشت از انکار خضری زرد رو. با چنان چشمی که بالا می شتافت، نور چشمش آسمان را می شکافت. کرده با چشمت تعصب موسیا، از حماقت چشم موش آسیا. شیخ فرمودان همه گفتار و قال، من به حل کردم شما را آن حلال. سر این آن بود که از حق خواستم، لاجرم بنمود راه راستم. گفت آن دینار اگر چه اندک است، لیک موقوف غریب کودک است. تا نگرید کودک حلوا فروش،
بحر رحمت در نمی آید به جوش. ای برادر طفل طفل چشم توست، کام خود موقوف زاری دان درست. گر همی خواهی که آن خلعت رسد، پس بگریان طفل دیده بر جسد.